سلام به شما دوستان عزیز، شما در حال مشاهده آموزش API یا رابط برنامه نویسی پایتون برای گوگل ارث انجین هستید. قبل از اینکه در مورد این مجموعه آموزشی صحبت کنم، این رو میخوام بگم که توی این زمانی که من در حال ضبط این ویدیو هستم، اتفاقاتی در ایران رخ داده که باعث خشمگین شدن و ناراحت شدن خیلی از ماها شده. من میخوام این رو بهتون بگم که اگر تاریخ یک درس به ما داده باشه، اون این هست که ما مطمئن هستیم که ظلم پایدار نخواهد بود و همین به ما امید، قوت قلب و انگیزه برای ادامه راه میده. بیا در مورد این مجموعه آموزشی یکم صحبت کنیم. این یکی از اولین در واقع آموزش هایی هست که به صورت فارسی روی یوتیوب دارم قرار میدم. دلیلش هم این بود که خیلی از دانشجوهایی که به من ایمیل میزدن یا من صحبت میکردن از من میخواستن که آموزش گوگل ارث انجین رو قرار بدم براشون روی کانال یوتیوب، و در نهایت تصمیم گرفتم که اینو شروع کنم از این هفته. امیدوارم که بتونم به صورت مداوم این ویدیوها رو روی صفحه یوتیوبم قرار بدم. چند تا نکته رو میخواستم نوشتم که براتون بگم. نکته اول این که توی این سری ویدیوها من میخوام از مقدمات شروع کنم، یعنی اینکه قرار نیست من موضوعهای پیشرفته ارث انجین رو برای شما از همون اول شروع کنم به توضیح دادم، و من از مقدمات شروع میکنم، از اوایل شروع میکنم و کم کم جلو میرم. برای اینکه موفق بشید در واقع و این ویدیوها رو تماشا کنید و همراهی کنید با من، اگر پیشینه یا بک‌گراند پایتون داشته باشید خیلی خوبه، اما اگر این پیشینه یا بک‌گراند پایتون نداشته باشید یکم ممکنه کارتون زیادتر باشه، اما مطمئنم که با پشتکاری که دارید حتما میتونید ویدیوها رو دنبال کنید و فالو کنید. نکته دومی که میخوام براتون بگم اینه که این قرار یک مجموعه یا یک سری از ویدیوها باشه. یعنی الان ممکنه وقتی شما پلیلیست رو میبینید توی پلیلیست 3-4 تا ویدیو بیشتر نباشه، اما سعی من، تلاش من اینه هر موقعی که وقت اضافی دارم این ویدیوها رو ضبط کنم و روی این کانال قرار بدم. پس حتما این پلیلیست رو فالو کنید و من بگید که چه سبک ویدیوهایی رو شما بیشتر دوست دارید که روی این پلیلیست ببینید. و در نهایت اینه که من خیلی از این چیزها رو معادل انگلیسی کلمات رو استفاده میکنم، و دلیلش هم اینه که معادل فارسی این کلمات رو نمیدونم. پس قبل از اینکه شروع کنیم میخواستم بهتون بگم که اگر فکر میکنید که من این کلمه رو استفاده کردم که معادل فارسی داره، حتما این رو توی قسمت نظرات به من بگید تا من بتونم توی ویدیوهای بعدی معادل فارسی و صحیح تر اون رو استفاده کنم. این چند تا نکته بود که الان به نظرم رسید. توی قسمت توضیحات ویدیوها من معمولا یک لینک رو میذارم که به شما همون کدی رو که من دارم می‌نویسم میده، اما پیشنهادم اینه که حتما با من کد نویسی کنید همینطوری که ویدیو رو می‌بینید، تا در واقع اطلاعات بهتر در ذهن شما ذخیره بشه. با این مقدمه کوتاه بریم سراغ یه ویدیو کوتاهی که به شما معرفی میکنه که گوگل ارث انجین چی هست و چه کار میکنه. توی این اولین ویدیو میخوام در مورد گوگل ارث انجین صحبت کنم و معرفیش کنم به شما. برای اینکه اینو معرفی کنم، به نظرم این فیگر، این عکسی که اینجا هست، بسیار کار خوب انجام میده. ما میلیون ها عکس فضایی داریم که ممکنه آژانس های مختلف بین‌المللی اون عکس ها رو گرفته باشن. مثلا توی اروپا European Satellite Agency، توی آمریکا ناسا و غیره و غیره. گوگل ارث انجین تمام این عکس ها رو برای شما جمع کرده و پروسس کرده، و شما میتونید اون عکس ها رو اضافه کنید به الگوریتمی که دارید می‌نویسید به عنوان محقق، و از اون الگوریتم استفاده کنید تا به کارش ببرید روی یک مشکل، مثلا مدیریت منابع آب یا مدیریت جنگل و غیره و غیره. این به زبان ساده در یک جمله، البته در چند جمله، چیزی هست که گوگل ارث انجین انجام میده. نکته دیگه که میخوام در مورد گوگل ارث انجین به شما بگم اینه که حتما این وبسایت رو که الان لینکش هم این بالا قرار میدم نگاه بکنید، و وقتی که یکم پایین تر میرید میبینید که شما میتونید اون داده ها و مجموعه داده هایی که گوگل ارث انجین داره رو ببینید. تنوع داده ای که در گوگل ارث انجین وجود داره، در دیتا ست گوگل وجود داره، بسیار بسیار جالبه. شما میتونید از داده های در واقع دمای هوا، داده های اقلیم، داده های اتمسفریک، داده های آب و هوا
تا بسیاری از داده های دیگر رو استفاده کنید برای اینکه به ریسرچ خودشون، به تحقیق خودتون بپردازید. بسیار بسیار داده های جذابی داره. اما حالا که تا اینجا اومدیم، اجازه بدید من برگردم و به شما بگم که قدم اول باید چی باشه. وقتی که تو این وبسایتی میاد که لینکش هم قرار میدم اینجا، اولین کاری که میکنید اگر اکانت گوگل ارث انجین ندارید و مشترک ثبت نام گوگل ارث انجین نیستید، اولین کاری که میکنید باید این باشه که روی این قسمت ساین اپ کلیک میکنید، که من همین کارو میکنم و چون من قبلا ساین اپ کردم لازم نیست دیگه این کارو بکنم، ولی برای شما احتمالاً اینجا یه فرمی خواهد اومد که باید اینو پر کنید و بعد از مدتی یه ایمیلی به شما میزنن که میتونید ساین اپ کنید در گوگل ارث انجین. خیلی خوب، بیاید فرض کنیم که شما الان ثبت نام کردید و ایمیل هم گرفتید و میخواد شروع کنید به کد نویسی. وقتی کلیک میکنید روی این قسمت پلتفرم، شما در واقع میتونید داکیومنت های گوگل ارث انجین رو ببینید. ما با این قسمت کد ادیتور کار داریم. من میخوام کلیک کنم روی این کد ادیتور، شما میبینید که بعد از چند ثانیه منو کانکت میکنه در واقع به یک صفحه گوگل مپ که شما احتمالاً برای شما آشناه، و منو کانکت میکنه به در واقع یک درگاهی که من میتونم در اینجا کد بنویسم. اما این کد من، سکریپتی که دارم اینجا می‌نویسم، الان به زبان جاوا هست، درسته؟ بذارید من یک کدی که قبلا نوشتم و برای شما ران کنم اینجا. مثلا اینجا میخوام کلیک کنم و این کدی که اینجا نوشتم رو ران کنم تا بهتون نشون بدم که چه اتفاقی میفته. این کد من قبلا نوشتم در مورد انزلی بود. عرضم به حضورتون که این طالاب انزلی است اینجا. اگر یادتون باشه چند مدت پیش یه آتش سوزی اتفاق افتاد توی طالاب انزلی. اجازه بدید من خود زوم کنم که بهتر ببینیم. یه آتش سوزی اتفاق افتاد توی طالاب انزلی. من به زبان جاوا اینجا یه کدی نوشتم که به شما در واقع یک سپلیت پنل میده. یه پنلی میده که شما میتونید تصویر رو نصف کنید. سمت چپ پنل شما تصویر یه تاریخی رو میبینید که تاریخش هم باید اینجا باشه. اگر پیداش کنم، آره یکیشون اینجاه، یکیشون توی آگست از 10 آگست تا 30 آگست 2022، یکی دیگهشون از 1 سپتامبر تا 6 سپتامبر، درسته؟ پس سمت چپی آگست، سمت راستی سپتامبر. این من خواستم ببینم این آتش سوزی چجوری تحت تاثیر قرار داده طالاب انزلی. سو این کد رو من توی جاوا نوشتم و حالا میبینید وقتی که در واقع این هندل رو میگیرم و اینو عوض میکنم، من میتونم مقدار آتش سوزی رو توی طالاب انزلی ببینم. بسیار عالی. این کدی که من اینجا نوشتم توی جاوا هست، درسته؟ این کورسی که من الان دارم به شما به زبان فارسی میگم، قراره که ما ببینیم که چجوری میتونیم یه همچین کارهایی رو انجام بدیم، ولی به جای این که ما کدمون رو توی جاوا و توی گوگل ارث انجین اینجا بنویسیم، کدمون رو به زبان پایتون و توی در واقع نوتبوک مورد علاقه خودمون بنویسیم. مثلا گوگل کلاب نوتبوکی که من میخوام استفاده کنم، شما میتونید از جوپیتر یا سایر نوتبوکام استفاده کنید. پس در واقع ما میخوایم یه همچین کاری انجام بدیم، ولی به جای اینکه از دیفالت خود گوگل ارث انجین استفاده کنیم که جاوا اسکریپت هست، ما میخوایم از پایتون استفاده کنیم. بسیار خوب، من برگشتم به صفحه اولی که بودم. اگر یکم پایین تر برید، اینجا در مورد API پایتون به شما توضیح میده. API مخفف Application Programming Interface هستش. اگر اشتباه نکنم ترجمه فارسیش میشه رابط برنامه نویسی کاربردی. اگر فکر میکنید گزینه بهتری داره، ترجمه بهتری داره، حتما توی قسمت کامنت و قسمت نظرات به من اینو بگید. اجازه بدید کلیک کنم اینجا و با هم ببینیم این رابط کاربردی یا API به صورت مخفف چه کار میکنه. اینجا شما میتونید در واقع در مورد این API یکم بیشتر بخونید و ببینید چی هست و چه کار میکنه. خود گوگل به شما پایتون رو پیشنهاد میکنه، به شما گوگل کلاب رو پیشنهاد میکنه، به خاطر اینکه تمام این لایبرری ها و پکیج ها روی گوگل کلاب نصب هست و شما لازم نیست چیز دیگه رو نصب کنید. ولی شما میتونید همین کارهایی که ما قرار انجام بدیم توی این کورس کوتاه رو با جوپیتر نوتبوک هم انجام بدید. من پس میذارم اینو، شما اگر علاقمند بودید میتونید یکم این رو در واقع بخونید.
من اومدم توی این لینکی که روی صفحه قرار دادم تا به شما نشون بدم چطوری میتونید این رو روی پایتون انستال کنید. میبینید که به شما در واقع میگه که اگر میخواید از کاندا استفاده کنید باید چجوری Earth Engine API رو نصب کنید و اگر میخواید از pip install استفاده کنید باید چجوری اون رو نصب کنید. ما چون میخوایم در واقع این رو روی گوگل کلاب نصب کنیم لازم نیست این رو نصب کنیم، خود به خود Earth Engine API نصب خواهد شد و اینجا به شما در واقع نمونه کد هایی رو میده که میتونید در واقع اکسپلور کنید و ببینید که چه اتفاقی میفته وقتی که شما ایمپورت میکنید Earth Engine. به نظرم کافیه برای ویدیو اول، کافیه. امیدوارم که یک معرفی خیلی مختصر و مفید به شما داده باشه. توی ویدیوی بعدی میخوام آشنا بشیم با API پایتون و ببینیم چطوری میتونیم یه سری کارهای خیلی مقدماتی رو انجام بدیم و توی ویدیوهای بعدی اینو پیشرفته تر و پیشرفته تر میکنیم تا بتونیم در واقع آنالیز عکس‌های محتوایی رو به صورت کامل انجام بدیم.